ادریس رحمانی آگاه مسائل سیاسی از امریکا روی خط اسکایپ با ماستن. آقای رحمانی بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز میخوایم بفهم که صحبتهای تازه باراک اوباما نشاندهنده چی است در ارتباط به نبرد در داخل افغانستان که گفته پس از این نیروهای امریکایی میتونند در کنار نیروهای افغان به نبرد بپردازند به خاطر سرکوب گروه های طالبا. با سلام درود. من فکر میکنم یک سلسله از تصامیمی که در اخیر در واشنگتن گرفته میشه یک حرکت بسیار هماهنگ به خاطر به وجود آوردن شرایط مناسب برای ختم جنگ افغانستان به شکل سیاسی و به شکل پایدار است. من چند بار دیگه هم در این باره صحبت کردم. حرکات مثل کشتن ملا منصور، زیر فشار آوردن پاکستان و یا دعوت کردن رئیس جمهور هند در کانگرس امریکا در این زمانی که صحبت ها همراه همشان جریان داره، من فکر میکنم یک سلسله از حرکات هماهنگ است که واشنگتن میخواهد اگر بتانند یکی از خواستهای هر رئیس جمهور امریکا است که قبل از دوره ماموریتش مسئولیت های بزرگ خود به شکل مسئولانه ختم بکنه. رئیس جمهور اوباما در وقتی که رئیس جمهور شد بسیار زیاد برای مردم امریکا وعده کرده بود که من کوشش خود می کنم که هر دو جنگ عراق و افغانستان به یک پایان با مسئولیت برسانم. من فکر می کنم اکثر این کارهایی که فعلا جریان داره و تا حدودی داره شدت میگیره ای است که تا اگر بتانند قبل از ختم دوره ریاست جمهوری اینا بتوانند آخرین موفقیت را که خیلی علاقمند از بنام خود رقم بزنه او را هم به دست بیاره و می خاطر من فکر میکنم زیاد کوشش دارن هم پاکستان و هم طالبا و در این زمان شرایط در داخل افغانستان به شکل فشار بدن و مساعد بسازن کمی امی روی کرد به وجود ده. آقای رحمانی، هر چند شما که در ایالات متحده امریکا حضور دارن ظاهرن دیدگاه های مشخص در قبال افغانستان وجود نداره، گویا که ایالات متحده امریکا بتونه این جنگ موفقانه به پایان ببخشه، اما امیدواری های تازه پس از کشته شدن ملا منصور ایجاد شده، گویا که یک فرصت طلایی به ایالات متحده امریکا پیدا شده به خاطر نابودی طالبا و همچنان زیر فشار قرار دادن پاکستان که به تازگی زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان در یک مقاله در واشنگتن پست نگاشته بود که امریکا باید از این فرصت استفاده بکنه و سیاست خود به شکل جدی در برابر طالبا و در برابر پاکستان تغییر بده. یعنی فکر میکنین ایالات متحده امریکا متوجه این فرصت طلایی شده؟ من فکر میکنم در امریکا به پرنسیپ کار به شکل است که رئیس جمهور در آغاز هر دوره ریاست جمهوریش یک سلسله تصامیم بزرگ یا یک سلسله اهداف بزرگ در روی کار خود میگذاره و میگه که در نهایت من میخوام میره به وجود به اصطلاح اجرا بکنم. افغانستان در رأس کار امیر رئیس جمهور از آغاز بود، اما نه به شکل که رئیس جمهور قبلی میگفت که ما با جنگی را پیروز میشیم. رئیس جمهور زیادتر تاکید میکرد که ما ایرا کش میکنیم، از در گفتگو، از در فشار، به هر وسیله که باشه به ختم با مسئولیت برسانیم، اما در این زمان تاکید میکنند که نمیگذاریم که گذشته تکرار شود. من فکر میکنم تا حال آنچه انجام شده فراتر از امی گفته و از امی وعده نبوده. نهایت کوشش کردن از افغانستان حضور نظامی را کم بکنن تا که بر طرف مقابل چی پاکستان باشه چی طالبا نشان بدن که خب ما علاقمند یک ختم ازی هستیم، اما نه به شکل که یک طرف برنده باشه، در به شکل برد برد سو فکر میکنن. من فکر میکنم در اخیر حتی کشته شدن خود ملا منصور جزء می استراتژی به خاطر ختم قبل از اختتام ریاست جمهوری در ختم سال جاری است و من فکر میکنم شاید در روزهای آینده و ماهای آینده فشارهای بیشتر بالای طالبا و پاکستان آورده شود که به ای کار لبه بکنند. و ای در گذشته تاریخ امریکا اگر ببینین برای اکثر رئیس جمهورهای امریکا منعیس یک رسم موجود داشته که قبل از ختم ریاست جمهوریشان کوشش میکنن یک کار بزرگی را که منعیس یک چالش است انجام بدن تا او منعیس یک موفقیت بزرگ در تاریخ برایشان رقم بخوره. آقای رحمانی، گفته های آقای اوباما حداقل دومین مورد است که این دیدگاه ها را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده، گویایی که ایالات متحده امریکا یک بار دیگر وارد نبرد در داخل افغانستان میشه. اگر قرار باشه که نظامیان امریکایی دوشادوش نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب طالبان گام بردارن، فکر نمیکنین که انتقال مسئولیت های امنیتی که به پایان رسید اینجا امریکا زیر پرسش قرار میگیره؟ نه تنها امریکا بلکه متحدان امریکا به خاطر انتقال امنیتی که گویایی به شکل درست و سنجیده شده نبوده.
امریکایی ها تصمیم از این ندارن که دوباره نبرد در افغانستان به اصطلاح گسترش بدن، و دلیل از این بسیار ساده است. تا وقتی که اونا نیروهای نظامی خود و بودجه نظامی خود در افغانستان بلند نبرن، مانایشی است که عملا ولی چیزی که دارن انجام میتن بدون شک ایجاد مورال بیشتر برای کسایی است که در مقابل طالبا به اصطلاح می جنگن و پایداری میکنن. و این مثل که از اول گفتم، تا جایی که ما میبینم طرفش و اوضاع و احوال نشان میده، جز یک استراتژی برای آوردن طرف مقابل در میز مذاکره است. ما هنوز شاهد عملیات گسترده نظامی در افغانستان توسط آمریکایی‌ها به شکلی که در زمان آقای کرزی بود نیستیم، و احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر که او هم میره به برگشت، او هم باعث از این میشه که رئیس جمهور با ما کاری را بکنه که بر مردم وعده کرده بود نمیکنه، حداقل به مردم آمریکا. ولی در رابطه با مردم افغانستان، ما فکر میکنم مردم چون در افغانستان اوضاع امنیتی نهایت غیر قابل پیش بینی است، این قابل درک است که مردم هر حرکت زیگزاگ یا تاکتیکی را که از طرف کشورهای بزرگ میبینند، او را فکر میکنند منعیسه بسلو را کمی جدیتر از اون میگیرند که اصلا وجود داره. ولی بردفتا به نظر ما منطقی نیست که حرکت بسلو استراتژیک فکر کنیم، به نظر به احتمال بسیار قوی که اینا میخواهند شرایط به وجود بیارن که امیس صحبت قبل از ختم ریاست جمهوری و با ما صورت بگیره. و آقای رحمانی، پیشتر شما اشاره کردین که این حرکت ایالات متحده آمریکا حداقل میتونه برای نیروهای دولتی و کسایی که عملا در نبرد هستند با طالبا بر از اونا روحیه ببخشه، اما با درک وضعیت فعلی افغانستان که ما بیشتر از 9 ولایت افغانستان درگیر نبرد هستیم و عملا با طالبان می جنگن نیروهای امنیتی، فکر میکنین تنها دادن مورال به نیروهای امنیتی کافی است و یا اینکه ایالات متحده آمریکا خلاف 13 سال گذشته باید بیشتر تلاش بکنه به خاطر تجهیز نیروهای دولتی؟ خب وقت شما طرف بیلانس قدرت بین امریکایی ها و طالبان میبینین، ولو که در افغانستان 1000 نیروی امریکایی هم باقی بمانه، با امکانات نظامی پیشرفته که در دست دارن کافی است همراه 10000 یا 100000 نیروی شورشی میتونن بجنگن، به خاطر که نیروی هوایی بسیار نیروی پرقدرت و حاکم است و بسیار به مشکل میشه با شما همراه یک کلاشینکوف در مقابل تیارهای پیشرفته جنگ کنین. بنان به نظر ما امریکایی ها به محض که تصمیم بگیرن فشار بیارن برای تعداد اسکرشان درم برای فاکتور بسیار جدی نیست، ولی در رابطه به اینکه بخواهن عملا این فشار را توسط خود آغاز بکنن، من مطمئن نیستم این کار بکنن. احتمالا حمایت هوایی خود کردن، حمایت کش میکنن نیروهای افغانستان، خصوصا در سطح رهبری را بیشتر به اصطلاح مورال جنگی و سیاسیشان بلند ببره، و در این زمان اگر متوجه شوند که طالبان پیش روی میکنن، در اون صورت بسیار زیاد احتمال داره که به هر گزینه دیگه تا برگشت عسکر باشه دست بگیرن، به خاطر اینکه نمیخوان که این ختمی که اونا میخوان ختم ما مسئولانه باشه به شکل شوه که طالبا با برد نظامی ایره ختم کنن. احتمالا از او گزینه بعد از رئیس جمهور اوباما هر رئیس جمهور دیگه هم که در امریکا به از او گزینه جلوگیری خواهد کرد، و ما امیدوار هستم که طالبا ایره تا حال درک کرده باشن. یک تعداد از رهبریشون متاسفانه کشته شدن، اونا درک میکردن که احتمالا امریکای حاضر نیستن یک برد مکمل برای ما ببخشن، بهتر از بیاین که با یک برد 50% کنار بیاییم. ولی متاسفانه با کشته شدن رهبری هر چند ماه یک بار باعث از این میشه که کسی که دوباره در رهبری میه اونا یک مقدار تایم دیگر باز هم به اصطلاح بگذرانن تا که عین درس ها را بگیرن و عین نتیجه برسن، و متاسفانه یکی از بدبختی هاییست که کشورهای عقب مانده همیشه چی در چارچوبکات دولت است چی در چارچوبکات شروعش با این روبرو هستند. امیدوار هستم که به مخاطر میخواهی میره به زمین بود تشریح کنم که اکثر مردم خصوصا کسایی که در قدرت هستند در هر دو جانب درک کنند که امریکایی ها در این مقطع بسیار زیاد علاقمند هستند این جنگ ختم شود به شکل مسئولانه. برای ما افغان ها بسیار زیاد یک دلیل بسیار موجه وجود داره که در این راستا یکم بسرعتر قدم بگذاریم، چی از نظر فشار آوردن است چی از نظر صحبت است. منتها ما ایره هم درک میکنم که خب
کشورهای مثل پاکستان اگر زیر فشار لازم قرار نگیرن، اونا تا حد امکان کوشش میکنن تا طالبان را تشویق کنن که کم پایداری کنن. در نهایت امریکایی‌ها خسته میشن و میبرن، چیزی که اونا از سال 2001 به بعد برشان گفته و این هنوز هم دوام داره. به مو خاطر من فکر میکنم یکی از حرکتایی که در دو سه روز انجام شد، خواستن رئیس جمهور نخست وزیر هند به کانگرس و روابط که دارن امرای هند و توسعه میکنن، من فهمیدم به قدر کافی هند پاکستان تشویق میکنه که در انزوا قرار نگیره. تو حرکت هایی که هند در افغانستان در اخیر دار انجام میده، یک مقدار زیادش در یک همکاری امرای امریکایی هاست تا پاکستان مجبور بسازن که بعضی از خواست های سیاسی منطقوی تا حد لبک. و از آقای مودی اشاره کردین، آقای رحمانی خیلی برخی از صحبتهایش جدیتر بود نسبت به عملکرد پاکستان در افغانستان، هرچند که نام مشخصی از پاکستان یاد نکرد، ولی خیلی قاطعانه و روشن گفت که اگر ایالات متحده آمریکا خواهان پایان نبرد در داخل افغانستان و تنش‌های مرزی است، باید پشتیبانان و حامیان گروه های هراس افغان به انزوا قرار بده. یعنی فکر میکنین که ایالات متحده آمریکا به این صحبت‌های مودی توجه بکنه با در نظر داشت امو وضعیتی که در حال حاضر میان پاکستان و هندوستان وجود داره و تنش‌های سیاسی که موجود است؟ امریکایی خوب متوجه هستند که حرکات هند پاکستان تا حد زیر فشار میاره که کوشش بکنن با آنچه امریکا برشان مطرح میکنه یا پیشونیشان میگذاره قانع شوند. اما در این زمان ایران هم امریکایی ها متوجه هستند که حرکات هند در این زمان میتونه که واکنش منفی داشته باشه. هر قدر پاکستانی ها احساس بکنن که اندی ها در افغانستان دست بلندتر دارن، اما قدر بیشتر قانع میشن که از جنگ دست نکشن و از حمایت شورش دست نکشن، به خاطر که پاکستان در نهایتش باید ختم جنگ در افغانستان که در او هند برنده باشه به هیچ وجه راضی نخواهد بود. و یک چیزی که بسیار زیاد مهم برای دولت است، برای کسایی که در قدرت هستن، است که این حساسیت تا حد امکان ولو که در این مقطع به منفعت ما باشه که آنچه اندی ها بر ما مهیا میسازه به نهایت از نظر اقتصادی و استراتژیک بر ما مهم است، اما در عین زمان باید درک کنیم که باعث از این باعث تداوم جنگ میشه، بخاطر که برای ما هم اگر در جای پاکستان می بودیم همین کار میکردیم. حرکات هند برای ما تا یک حدی کمک میکنه، از او بیشتر که میشه برعکس که کمک نمیکنه، به نهایت شرایط برای صلح خرابتر میسازه. و در نهایت آقای رحمانی، اگر جمع‌بندی کوتاهی داشته باشین با درک وضعیت فعلی و مو چهار ضلعی که در بحث جنگ و صلح در افغانستان وجود داره که دو محور از یا دو ضلعی از مو طالبا و پاکستان است، دو ضلع دیگه شما افغانستان و امریکا، فکر میکنین این چهار ضلعی چی زمان در یک هماهنگی قرار خواهد گرفت و بالاخره ما موفق خواهد شدیم که مو شکلی که پیشتر شما اشاره کردین ایالات متحده آمریکا هم جنگ مسئولانه به پایان برسانه و ما هم شاید تأمین یک صلح و ثبات در داخل افغانستان باشیم؟ دنیای جنگ مثل دنیای بازی های سپورتی واره، کدام شرایط بخصوص نداره که از قبل بتونین را پیش بینی بکنین که اگر چین شرایط به وجود بیاد برد به وجود میاد. تمام بازیگرایی که در اینجا از پیوسته علاقمند هستند که طرف مقابل ببازن ما ببریم، و با وجود آمدن یک شرایطی که در عین مقطع زمانی همه از بازیگرها، خصوصا وقتی بازیگرها تعدادشون زیاد می باشه، همشان در عین مقطع زمانی بگن که خب بیاین به یک راه به اصطلاح صلح یا از برد کلگی جلوگیری میکنیم، تنها خوش میکنیم هیچ کس نبازه، این بسیار به ندرت اتفاق میفته. معمولا جنگ ها به شکل ختم میشه که یک طرف میبره یک طرف میبازه. در این چهار ضلعی که شما گفتین، در افغانستان، حکومت افغانستان و شورشی ها هر دویشان در به اصطلاح خرابترین موقف قرار دارن. امریکایی ها در نهایت کشور بسیار مردم با قدرت هستند، اما حضورشان در افغانستان خیلی فراتر از مسائل افغانستان مطرح است و در هر حرکتشان خیلی زیاد متأثر از تمام مسائلی که در منطقه و به کشورهای مختلف است گره میخوره. به او خاطر من فکر میکنم ما اگر کوشش کنیم پیوسته با امید از اینکه پاکستان هند فشار بده یا آمریکا فشار بده این جنگ ببریم یا وقتان برسانیم، من فکر میکنم یک کار کمک اشتباس بهتری است که حکومت افغانستان یا کسایی که در خصوص دولت فعلی افغانستان در رابطه با وجود آوردن شرایط مناسب برای صلح ابتکار عمل به دست خود بگیرن و از آنچه اندی ها آمریکایی ها میکنن تنها منیس گزینه های به اصطلاح
اضافی یا کمکی استفاده بکنن، ولی ابتکار عمل به دست خودشان گرفتنی است که پیوسته از حرکات زیگزاگی که متأثر از حرکات دیگر است جلوگیری کنه و به یک هدف مشخص که اگر ما میخواهیم جنگ ختم میکنیم مشخص پیوسته اگر با پاکستان صحبت میکنیم، اگر با هند صحبت میکنیم، اگر با آمریکا و اگر با طالبان صحبت میکنیم، پیوسته است بالای یک آجندا صحبت کنیم و در نهایت اگر چنین حرکتی از طرف دولت به مدت 6 ماه یا یک سال صورت بگیره ما فکر میکنم نتیجه میده. اما اگر دولت پیوسته با نظر داشت از اینکه هند موقف خود تغییر میده و آمریکا موقف خود تغییر میده پیوسته تغییر موقف بدن، ما فکر میکنم به اون صورت ما گرفتار بحرانایی میشیم که اصلا مربوط ما نیست. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان آقای ادریس رحمانی، آگاه مسائل سیاسی.